زندگی دو قانون داره، هیچ وقت کم نیار و هیچ وقت فراموش نکن. من معتقد به دومش هستم. کسی که همراه ما خوبی میکنه همیشه و خوبیش به یاد میداشته باشیم، بدی هم میکنه خدا یار جانش او را هم به یاد داریم. سلام، وقت شما بیننده خوب تلویزیون آریانا بخیر، آرزوی صحت‌مندی شما را دارم. شبتان بخیر، در خدمت شما هستیم. امشب هم یک برنامه متفاوت را تقدیم شما خواهد کردیم. باز هم از بخش‌های ورزشی یک مهمان بسیار خوب خواهد داشتیم. در مورد فوتبال صحبت خواهد کردیم و گپای کاملا جدید در مورد فوتبال، فوتسال. سوالاتی که خیلی در ذهن شما البته بوده، شاید مطرح نشده باشه. خب گپا کلش نخواهد بود. اما خوشکلام برنامه را می‌خوایم که بیاید. سلام محترم، خوب هستی؟ صحتمند؟ کامدی قرود؟ میدان لدو رو ما بردیم. قرود؟ از تو کنش هستم، از من نوش میدان لدوی تو اپدیت کردی؟ میدان لدوی کنه تو اپدیت کردی؟ نه واسه نوش هست. خب خوشت آمد؟ خوبش هست. خوش آمدی از جا. خوب هست برای از چیش نوردی از سان قیمتش؟ نه دیگه، او در جیب تو میباش همیشه وقت وشه تو بیار؟ نه خیام خیام گرفته بخیام. خب ما اول یک سلام علیک داشته باشم. مهمان اومده. سلام اونه اونه که هیله پا ده هیله چی ده خپل و کورانی ترسنگ وشته ایده جون هر خوشحالی مو پا نصیب شه لهر درد غصه غم نه او اندخنو نه پا من که وسه خوشحالی مو غارو. ولی پشخانه دلتا چولی دی؟ بخیر که منگر سا ده استیدیو دیاده قبول داری؟ خیره، گفتم که بکشم. موضوعات داخلی را در بیرونی چی نکو، شما بیننده عزیز گفای عزیز جدی نگیرین، جدی نگیرین این موضوعات. خواه دیره بنا نه پشقانه گونده اخکاری در دلتا. خب من خود گفتم تکرار کنم حالا. نه نه خیر، خبر خوش گفتی؟ خبر خوش نه تا بالا که خواه از پشقانه وقت پیدا نمیدیم. د خوخی خبر هم په ګډه په تصویر کې وګورو او بیرته به راوګرځو گپنه خپرونه مهروی. خبر خوش تقدیم شما کرد نصر جان با پشخانه جدید خود و در خدمت شما هستیم. خوب کردی. آلف مهمان میداشته باشیم اگر موافق باشی. مهمان ما کیست؟ مهمان ما فکر کنم از موضوعات پیشتر که من موضوعات فوتبال بحث کردی فکر کنم که از نمی بخش های فوتبال کس را دعوت کردی. بله، مصطفی جان هاشمی همکار ما و شما هم هست و رئیس مسئول نشرات فدراسیون فوتبال و سخنگوی فدراسیون فوتبال هم هست. میایه بحث می داشته باشیم در مورد فوتبال. دوستان ما منتظر هستن که کرکت اینقدر دستاورد داشتیم، فوتبال کجا رسید، چی گپای نو داره. اگر موافق باشی مهمان داشته باش. خب گپ است من باشم گچی من فوتبال او قدر باش باش عزیزم بعد سوالا دارم باش که دق نبیاری. عزیزان ادامه برنامه مهمان می داشته باش. با ادامه برنامه گپ نو خوش آمدین ایسا، در خدمت شما هستیم. قسمی که در آغاز برنامه هم صحبت کردیم، نصر جان هم در استودیو هست و مهمان برنامه هم همکار ما مصطفی جان هاشمی هستند. اما امشب در برنامه قرار است هاشمی صاحب از آدرس فدراسیون فوتبال صحبت بکنن، نه از آدرس همکار ما. خیلی خوش آمدید. سلام. سلام خدمت خودت، خدمت رفیق عزیز ما، هر دو رفیق همکار و خدمت تمام بیننده‌های عزیز برنامه گپ نو. انشالله که هر کجایی که هستن خوب باشند و گپای نو داریم از فدراسیون فوتبال افغانستان با شما. سوال کردن از مهمانا کار ساده است ولی از همکارا باز کمک دشوار میشه. متراسنی نیست جان؟ خب من خود دهی برنامه همکار نمیگیرم. خب خودت نازم جان اول گفتی از آدرس فدراسیون فوتبال افغانستان صحبت میکنه، دیگه از این خاطر بله هاشمی صاحب مهمان فکر کو. خب بسیار خب بیننده‌های عزیز، شما لیگ قهرمان فوتبال را تماشا کردین از آریانا که نصر جان هم سعیم بود، هاشمی صاحب هم گزارشگری میکرد و بسیار رقابت های پرهیجان بود. چی شد؟ سرنوشت تیما به کجا رسیدن؟ سوالات است که اکثر بیننده های عزیز ما از ما میکنن. ناظم صاحب، چقدر یک لیگ خوب بود
به باور اکثر کارشناس های فوتبال، هوادارهای فوتبال، لیگی که قهرمانش میره به مسابقات چلنج لیگ آسیا. خوشبختانه با همکاری فدراسیون فوتبال افغانستان تیم فوتبال اتک انرژی تونست معیارهای لازم اف سی رو برآورده کنه و حالا قرار است مسابقات چلنج لیگ آسیا که بر اولین بار هست در این تورنمنت یک کلاب افغانی فوتبال بازی میکنه حضور خواهد داشت و یک افتخار هست که مسابقات را تلویزیون جهانی آریانا با کیفیت فوق العاده خوب پوشش داد و ثمره‌اش هم حالا ما می‌بینیم که رفتن باشگاه اتک انرژی مسابقات چلنج لیگ آسیا است که نه تنها از بنمایندگی از هرات بنمایندگی از تمام افغانستان در این مسابقات شرکت می‌کنه. امیدوار هستیم که یک نتیجه بسیار خوب بگیره در مسابقات چلنج لیگ پلی‌آفش و مقابل یکی از نماینده‌های تیم قرقیزستان کشور قرقیزستان هست که حریفش ابدیش عطا نام داره. تیم ابدیش عطای قرقیزستان یک تیم لیگ برتری است. امیدوار هستیم که این تیم ما نتیجه بگیره تا سال آینده هم قهرمان و هم نایب قهرمان ما بتونه بره به مسابقات چلنج لیگ آسیا و رقابت‌های باشگاهی آسیا را پیگیری کنن که فوتبال افغانستان را میتونه بسیار زیاد پیشرفت بده، رشد بده و انشالله امیدواری به فوتبال داخلی ما بیشتر شود. بله، بعد از پایان لیگ ما یک برنامه ویژه را با تیم قهرمان داشتیم. نمی‌فهمم که شما ما دیدم هم بازیکن‌های آفریقاییشان هم در میست به نظرم پیش. بله، اینجا حضور داشتن. سوال من این است که یکی از بازیکن‌ها به نام حبیبی، بله، انتقاد در مورد گزینش بازیکن‌ها داشتن. ما می‌خوایم در این مورد واسه بسیار حرفتی. چقدر خوب است که موضوع یاد شد. بنام جان، هر کجایی که هست من سلام تقدیمش میکنم. برنامه گپ نو میبینه از آریانا. سوال که یا گپ دلی که یاد کرده بوده برنامه گپ نو بنام جان که چرا بازیکنایی که در این لیگ بازی میکنه بعد ترکیب تیم های ملی دعوت نمیشه؟ چون معلومات نداشتن متاسفانه. یکم اگه نقد کردن ما انتقاد پذیر هستیم در فدراسیون فوتبال ناظم صاحب که هم صاحب، ولی در صورتی که نقد بجا باشه، ببینین قرار هست که تیم ملی ما بره به مسابقات قهرمانی مرکز آسیا، از همین مسابقات ACL نزدیک به 20 بازیکن انتخاب شده. یعنی 20 بازیکنی که در همین مسابقات لیگ قهرمانان افغانستان بازی کردن در ترکیب تیم زیر 20 سال افغانستان جای گرفتن. یکی دو نفرشون به مسابقات تیم ملی بزرگسال ما رفت که ما مقابل قطر مسابقه داشتیم و مقابل تیم کویت مسابقه داشتیم. متاسفانه کویت 1-0 در آخرین لحظات ما را برد، گل زد و مقابل قهرمان آسیا هم یک نتیجه خوب مساوی گرفتیم که یک افتخار برای افغانستان محسوب میشه. گرچه تیم 23 سالش بود ولی تمام تیم‌های قطر تیم‌های بسیار خطرناک و قوی هستند. به هر حال تیم ملی ما در جایی بود که مربی نمیتونست آن واحد ترکیب خودش تغییر بده و بازیکنایی که در ACL عملکرد خوب داشتن را به یک بار دعوت کنه به تیم ملی فوتبال افغانستان، چون ترکیبش اکثر بازیکن‌ها از بیرون کشور، از اروپا، از تیم‌های مختلف بود. ولی در مسابقات بعدی قطعاً که سرمربی برنامه داره تا بازیکن‌های خوبی که در افغانستان هستن در لیگ قهرمانان بازی می‌کنن آماده هستن و ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شد. ولی خبر خوبی است که گفتم نزدیک به 20 بازیکن فعلا در تیم ملی زیر 20 سال ما دعوت شده. این گپ نو است. بله. نصر جان، هاشمی صاحب، ACL یا لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بخیر به سال بعدی برگزار خواهد شد؟ در همین سال 2024 قصد داریم که دوره بعدیش هم بخیر برگزار. یعنی در یک سال دو دور. بله، این دوره‌ای که ما داشتیم فصل سوم مربوط میشه به سال گذشته که با تاخیر برگزار شده بود به خاطر مشکلات بودی. سال 2023 بود. بله، مسابقات سال 2023 و 2024 شد. قصد داریم که بخیر ان شاء الله امکاناتش فراهم شه برای فدراسیون فوتبال افغانستان در ماه میزان یا نزدیکای زمستان بخیر برگزارش کنه. همین تیم‌ها بازی خواهد کرد یا تیم‌ها دو تیم تغییر میکنه؟ کانسپت تیم‌های جوانان وایدی اگه به خاطر داشته باشی و او خوب صحیح یادم است. خوب صحیح یادم و یک تیم دیگه که در قرار جدول متأسفانه جای گرفتن، نتونستن عملکرد خوب داشته باشن، از گردانی مسابقات حذف شدن. جایشان دو تیم جدید که در مسابقات زونا برگزار میشه. اول قهرمان و نایب قهرمان زونای افغانستان میره به فصل 4 ACL ان شاء الله. بخیر ان شاء الله. بخیر، عالی است. از بازیکنایی که در تیم ملی بیرون از افغانستان زندگی میکنن حال احوال دارن؟ بالاخره تیم فوتبال ما، یعنی بازیکنایی که در تیم ملی بازی میکنن، کدام مسابقه است بخاطر که بیشتر متنای ما میسوال از ما میکنه که چی میشه؟ ما باز مسابقه داریم با کدام کشور داریم؟ یا سود نمیکنیم؟ چرا پیش نمیریم؟ خب در رابطه به
تکلیف تیم ملی فوتبال نازم حسین پرسیدی که چطور میشه بالاخره مردم ما باید بفهمه که حالا سرنوشت تیم ملی فوتبال ما بالاخره چی خواهد شد. میره به جام ملت‌های آسیا؟ نمیره. مسابقات داغ را نداره. گرچه ما مقابل کویت با اون شکستی که داشتیم از رفتن مستقیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا 2027 که در عربستان سعودی قرار است برگزار شود باز ماندیم، ولی خوشبختانه یک چانس دگام داریم. باز هم قرار هست تیمایی که باقی ماندن 18 تیم یک بار دیگه قرعه کشی میشن نازم صاحب و ما در یک گروه بالاخره قرار میگیریم و صدرنشین هر گروه، گروهی که 4 تیم در اون میباشه مستقیم میره به مسابقات جام ملت‌های آسیا. یعنی آخرین چانس ما برای دوره بعدی جام ملت‌های آسیا باقی مانده. آخرین امید هواداری فوتبال و علاقمندان تیم ملی ما هنوز هم زنده است و ببینیم که چی خواهد شد. بالاخره میتونیم که به مارزوی ما، به هدف ما برسیم، تیم ملی فوتسال ما خورد به جام جهانی. یک وقت میخواستیم که فوتسال ما بره به جام ملت‌های آسیا، حالا در جام جهانی رفته. جام جهانی که 209 نماینده داره، از 209 نماینده 24 نمایندهش در جام جهانی میتونه بازی کنه و این کار بسیار سخت است که از بین تمام دنیا 24 کشور و در بینش افغانستان باشن. شاهکار که چیر باشه فوتسال ما و فوتبال ما رو بسیار زیاد نزدیک شده بود. یعنی اگر ما تقریبا 10 دقیقه دیگه گل نمیخوردیم، بر اولین بار در تاریخ میرفتیم به جام ملت‌های آسیا. ولی متاسفانه چانس نبود با فوتبال ما. انشالله ولی چانس است، قرار است بخیر قرعه کشی مسابقات و یک دور دیگه هم که دور نهایی مقدماتی جام ملت‌های آسیا است، بخیر افغانستان در اون مسابقات شرکت کنه و سخت‌ترین حریفا در اون مسابقات بدون شک برای ما میتونه که همین هندوستان باشه. دیگه کشورها قطعاً که جات راحت نیست، ولی انشالله چانس داریم بخیر. امید است. وقت از تیم یادآوری میکنیم و خبر خوش هم گفتین، خبر جدید هم گفتین. در تیم قسم است که باید حداقل افکار منسجم باشه، کلگی برای یک هدف مشخص رقابت بکنن که پیروزی باشه و پیروزی رو بیارن به افغانستان. گاهگاه ما به رسانه‌های بیرونی میبینیم که بعض از بازیکن‌ها مصاحبه‌ای را میتن که این نشان میده که مثلا افکار از اینا یا اندک متفاوت است و گلایه های هم دارن، شاید شما هم شاید باشید. چقدر بر رویدهی ای بازیکن ها کار صورت گرفته از طرف فدراسیون فوتبال؟ خب کار خود زیاد صورت گرفته. یک بار اگر شاید باشین بعد از بازی با منگولیا تیم ملی ما تقریبا 18 نفر کار کرد از تیم ملی رفتن. نسبت بعض مشکلات و کسایی که بیرون از افغانستان بودن متاسفانه از احساسات پاک ملی پوشای ما سوء استفاده کرده بودن که تمام شناسایی شد. والا اگر برنامه را ملی پوشای فوتبال ما ببینن، چون من در سفر همراهشان می باشم، تمام گپا برشان معلوم هست. هم در منگولی همراهشان بودم، هم در عربستان، در تاجیکستان و کلشان کاملا با اون موضوعاتی که پیش آمده بود آشنا هستن. بازیکن‌های خوب ما کاملا در عربستان دوباره برای ما قصه کردن، به رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان قصه کردن تمام موضوعات پیش آمده را و ای که دوباره آمدن برای تیم ملی ما بازی میکنن. بسیار خوشحال هستم که لباس خوش رنگ تیم ملی فوتبال افغانستان یک بار دیگه فرصت پیدا کردن که بپوشن و برن به میدان مقابل حریفا بجنگن به نام افغانستان. این کلان یک افتخار هست که از 30 و چند میلیون یا نزدیک چند میلیون نفوس که ما در افغانستان داریم، فقط با 22-23 بازیکن مساعد میشه که در سفر هست و 11 بازیکن در ترکیب ثابت قرار میگیره. بدون شک بازیکنای بسیار خوب ما پس اومدن، 1-3-4 نفر نام اومدن که واقعا متاثر شدیم. ای کاش اونا میان بدن، ولی بدلایل شخصی فعلا نامدن. ولی چیزی را که ما میخوایم بگیم به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان، دروازه تیم ملی برای تمام بازیکن‌ها باز هست. بازیکنی که استعدادش داشته باشه، بازیکنی که تیم ملی خودش را یک افتخار بزرگ بدانه، بازی کردن برای تیم ملی را یک افتخار بدانه و خودش از تیم ملی بزرگتر ندانه، قطعا در ترکیب تیم ملی ما جای داره و دروازه تیم ملی برای او باز هست. ولی بازیکنی که برای به خاطر بازی کردن در تیم ملی فوتبال افغانستان شرط بگذاره، به هیچ عنوان در ترکیب تیم ملی ما جای نداره. وقفه می داشته باشیم، برمیگردیم. در ادامه صحبت ها هم هست. من نمی‌فهمم خیاممون اون طرفا معلوم میشه یک دونه توپ ما آورده. خدا خیر کنه اومدن. چی میشه؟ کلام کمری مخفی نباشه. وقفه می داشته باشیم. برمیگردیم در ادامه برنامه. برنامه بیشتر جالب برای شما تمام خواهد شد. دم حاضر وقفه. خوش آمدین عزیزا به ادامه برنامه و در خدمت شما هستیم. نصر جان هم یک نصر جان توپ بده است. محسد باید یک چیز بگوییم. ای توپ یکی از همکار آورد. ای توپ یکی از همکار آورد. گفت آشمی صاحب یک دریبل. اینجا قرار بود یک مصاحبه بسیار جدی. ما بسیار سوالات بسیار زیاد را همراه آشمی صاحب
از آدرس فدراسیون میخواستم پرسان کنم که از اون خاطر وقتی که توپ دیدم گفتم باش که پیش از یک سوالات در بین وقفه نبود من نفهم از کجا پیدا شدیم ایره همکارا میگم همکار شوخ داریم اونمو آورد گفت واش میسوی اینجا پسان یک دریبل یاد میته باره یاد میته خیر برصورت سوال داری؟ نه خیر خواه از در آغاز برنامه از گپ های جدید زیاد وعده دادین بله قرار است که رقابت های فوتسال هم در جام جهانی بله. آریانا نشر بکنه. دقیقا خبر بسیار خوب است از مصاحبه که مسابقات جام جهانی تلویزیون جهانی آریانا به صورت زنده مثل دوره قبلی و قانونی نشر میکنه. علاقمندای فوتسال قطعا که اگر پارسال با دو تا چشم سعی میکنم دفعه با چشمای بیشتر تعقیب میکنم چون چشم ها میخ میشه و برای تلویزیون و تلویزیون آریانا خصوصا که دلیلش هم این است که تیم ملی دوست داشتنی ما در این مسابقات هست. ما قرار هست برای اولین بار شاید مسابقات جام جهانی با حضور تیم ملی فوتسال افغانستان باشیم که بسیار میتونه جالب تماشا ان شاءالله که مثل تیم ملی کرکت ما تیم ملی فوتسال ما هم بتونه در جام جهانی خوب درخشش داشته باشه کرکت ما سیمی فاینال رفت و بازم به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان تبریک میگیم برای رهبری کرکت اعضای تیم ملی ما و امیدوار هستیم که تیم ملی فوتسال ما بتونه یک درخشش فوق العاده در مسابقات جام جهانی داشته باشه در گروه بسیار سخت هم قرار داره بله تیم فوتسال خوب درخشید و خوب حمایت هم شد دعای مردم هم بود و وقتی که برگشتن برنامه هم داشتیم که شما هم برنامه را گردانندگی میکردین یک چند ویدیو را ما نشر کردیم خب حالا فکر میکنین که بخیر نتیجه بالاخره افغانستان بازم اما تو خرسند خود بود بازم به تیم دلخواه خوده که میخواه در اون جایگاهی که میخواین میتونن ببینن خب تلاش خب بسیار زیاد هست تقریبا روزای زیاد و شب و روز زیاد را یکی کرده بازیکنان تیم ملی ما کادر تیم ملی ما که تمرینات سخت خود داشته باشند بر جام جهانی پیش از پیش خودشان آماده کنند به خیر میرن به مراکش یک سفر دارند و همراه تیم ملی فوتسال مراکش که قهرمان آفریقا هست تونسته آرژانتین که در گروه ما قرار داره نایب قهرمان جهان دوره پیش در فاینال بود آرژانتین و پرتغال 2-1 آرژانتین بود آرژانتین نایب قهرمان جام جهانی فوتسال شد و آرژانتین شکست داده بود یعنی تیم بسیار قوی از مراکش ما دو بازی رفت و برگشت مقابل مراکش داریم البته این بازی را باید از طریق گپ نو بگم که پشت درهای بسته برگزار میشه داخل جمنازیم و تماشاگر نمی باشه کمره نمی باشه که مسابقات پخش تلویزیونی داشته باشه چرا که هم مراکش در جام جهانی هم افغانستان اگر مسابقه یا نشر شه بازم تاکتیکایشان را سایر تیما آنالایز میکنن و میتونه باز یک دردسر برای خود هم تیم ملی ما هم مراکش در جام جهانی باشه به خاطر بیشتر تیمایی که در این وقت‌ها مسابقات دوستانه میگیره پشت درهای بسته میگیره منظور است که نه پخش تلویزیونی می داشته باشه نه تماشاگر می باشه حتی با موبایل هم فیلم برداری نمیشه فعلا تیم فوتبال افغانستان را قرار است کی رهبری کنه و مو رهبری که معرفی شده بود امو بله. از یاد چیز تحول دیگه هم آمده خب دورانای زیاد را تیم ملی ما تجربه کرده بهترین دوران را زیر نظر محمد یوسف کارگر داشتن در سال 2013 که بله. جنوب آسیا را فتح ساختن و قهرمان مسابقات شدن بعد از او باز سایر مربی آمد، پیتر شکلت آمد، اسکلزیچ آمد و همچنان آقای عبدالله المتیری آمد. در زمان کارگر سایی بود که ما بله، سرمربی کارگر سایی بود وقت 2013 11 سپتامبر 2013 بسیار یک روز خاصم بود بله. امروزی که برجای دوگانه یا دوقلوی آمریکا انفجار شده بود تقریبا در دقیقا در همون روز افغانستان یک جشن تاریخی داشت ما قهرمان شدیم و مردم دیدن که ماشاءالله تنها در افغانستان در کابل در 34 ولایت خوشحال بودن بیرون از افغانستان هم خوشحال بودن و حال در حال حاضر فعلا رهبر کادر فنی ما یا نیمکت تیم ملی ما آقای اشلی ویسوود از انگلستان هست سرمربی که تجربه بازی برای تیم فوتبال منچستر یونایتد داره یک مربی بسیار ناماشنا هست و در تیمایی که در هندوستان بازی کرده نتایج بسیار خوب گرفته تا سقب قهرمانیان برسه در لیگ برتر هند و تیمش بیشتر از 3 گل دریافت نکرده بود ولی زمانی که آمد هدایت تیم ملی ما را گرفت تازه بازیکنان که بیشتر گفته متاسفانه از تیم ملی دور شده بودن اولین بازیش مقابل قطر بود و با پیشنهاد الکس فرگوسن مربی وقت منچستر یونایتد بسیار یک مشوره خوب برش داد ما میخوایم کوتاه قصه داشته باشم وقتی ما 8-0 به قطر قهرمان آسیا در دوحه باختیم شکست خوردیم
زنگ زد برای الکس فرگوسن آقای اشلی ویسوود، گفت ما هرگز بیشتر از 3-0 تیمایم نباخته بود، بسیار جگرخون هستم که تیم 8-1 ما باختیم، 8-1 باخته، چی تصمیم بگیرم؟ باز الکس فرگوسن برش گفت که وقتی یک جای رفتی زود او جای ترک نکو، کوشش کو که استقامت داشته باشی و گفتی هم خارجا بی سترانگ قوی باش و ادامه بدی، طبیعتاً که موفق میشی. خانم اشلی ویسوود هم یکی از گزارشگرهای معروف کرکت هست که چندین جام جهانی کرکت را گزارش کرده و رویدادهای المپیک هم گزارش کرده. با خانم و باقای فرگوسن سرمربی سابق منچستر یونایتد مشوره کرد و گفتن برش که ادامه بده با افغانستان. خوشبختانه که ادامه داد و دوباره تیم ما سر پا شد و مدیریت و رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان، کارگر صاحب و حافظ صاحب که حتی در سفرها هم رای ما بود، با بازیکنان مشش گپ میزد و موضوع تفاهمی که پیش آمده بود همورا تا حد زیاد حل ساختن، تقریبا حل شد و ما تونستیم هندوستان شکست بدیم. بعد از 11 سال هندوستان در خاکش بردیم که یک ریکورد بود برای ما، هرگز هند در خود هند نبرده بودیم. همون سال 2013 که قهرمان شدیم در نیپال ما هندوستان در فاینال برده بودیم و یک خاطره بسیار خوب شد برای مردم افغانستان. حالا بازم ان شاء الله چالش داریم که با اشلی ویسوود و بازیکن‌های خوب ما بریم به جام ملت‌های آسیا، ان شاء الله که آرزوی مردمم برآورده شود، ما شاهد حضور تیم ملی ما در مسابقات جام ملت‌های آسیا باشیم. ولی بازم یک چیز نادیده نگیریم که تیم‌های اروپایی، تیم‌های خارجی به میلیون‌ها دلار بالای تیمشان سرمایه گذاری میکنن، سکتور خصوصی حمایتشان میکنه، ولی فعلا 18 ماست که بودجه فدراسیون فوتبال به خاطر مشکلات بانکی به کابل ارسال نشده. یعنی ما با دست خالی، تیم فوتبال ما به جام جهانی رفت، فوتبال ما هندوستان شکست داد. پس یک با یک روحی مثبت تیم ما تلاش میکنن، برای فدراسیون تلاش میکنن، ان شاء الله که لبخند را بر لبای شما یک بار دیگر ببینم ان شاء الله. و آرزو دارم که این مشکل هم که یادآوری کردید حل شود و مشکل مالی که حل باشه، فکرام آرام باشه، تماشایتان باز میرسه دیگه باشه. بخیر دقیقه بری رفیق، دقیقه بری نسد جان، فقط سرنوشت می ما در باره می جام جهانی فوتسال فقط یک فوتو اگه بگین جام جهانی، در جام جهانی فوتسال افغانستان در رنکینگ مثلا در کدام رنکینگ، در کدام رده است و در کدام کشورها برگزار می‌ده؟ یک کشور است یا سفر داره بعد چندین کشور؟ خب این سوال هم جواب بدیم برای کل علاقمندان فوتسال، کسایی که معلومات ندارن، قرار است که مسابقات در ازبکستان برگزار شود. در 3 شهر ازبکستان مسابقات انشالله برگزار میشه، در تاریخ 14 سپتامبر شروع میشه، 6 اکتبر بخیر خلاص میشه مسابقات. ما در گروه C هستیم با تیمای آرژانتین قهرمان جهان و همچنان اوکراین تیم 12 اروپا و انگولا یکی از بهترین تیمای آفریقا، یعنی در گروه مرگ هستیم. در رنکینگ هم که فعلا ما جز 8 تیم برتر آسیا هستیم و در رنکینگ جهانی جز 30 تیم برتر جهان هستیم. برای نخستین بار است که ما پیشرفت داشتیم. یک نکته هم یک خاطری جالب هم قصه کنم، مثلا گپ نه، یکی از دوستای ما که زیاد فوتبال و فوتسال فرق نمیتونه، یگانه فکر میکنه فوتسال هم فوتبال است، بسیار خوشحال بود، میگفت ولی عین خدا را شکر بالاخره اگر روزی داشتم که کدمیسیشان بازی کنیم، عین در جام جهانی کدمیسی بازی میکنیم. لالا جان این فوتسال است، میسی در این تیم نیست، فکر میکرد که ما امروی میسی رو برای شدیم، ولی قطعا امروی کشور میسی هستیم و انشالله بتونیم آرژانتین شکست بدیم، در یک کشور رو یک درخش خوب داشته باشیم. خب گپ بسیار جالب بود، بسیار جالب بود، یعنی از خنده دیگه ما رو گرده کفن کرده بود. به هر صورت بخاطر از اینکه فرصت برای ما تمام من امی آرزوی خودت یک حرکت بر شاد بتیل باز بود از وقفه، ما میخوایم که یا احمدی صاحب یا خیام جان یکی از همکارا رو بخوایم که امی آرزویش برآورده شود، یک گل بزنه بچه‌م ان شاء الله. ما خو اوت فوتبالر چیام نبودیم، ولی یک حرکت میریم، یک حرکت یک تکنیک ناب برزیلی، یک حرکت میرن و وقفه میریم باز، یک حرکت برزیلی یادش میتین. خب یک حرکت یاد بتین، ما هم وقفه می داشته باشیم پس از این حرکت هاش میسه. خب کار کلاوش نمیشه باز. بکت. خب، آماده اینا اول مایک تنظیم کردم که مایک خطا نخوره. خب کردین اینا این حرکت چی میگن؟ اول بگوین بعد از اون بازم تو خودتان وقفه هم بگوین. این حرکت به نام سامبا میگن. یکی از حرکات سامباس که نسل برزیل یک وقت انجام میده، یک کمک پیشتر بیا. پیش بیا. اینا خیر ببینی. خب خدا کنه که کدام خرابی نشه که ما تمرین ندارم، ولی پیشنهاد میکنم که حرکات اگر تمرین ندارین در خانه مکتب دیگه شه. ولی یکم بگوین ما چی کنم؟ من اینجا استاد هستم. خودت من میخوام یک دریبل تو را برم و خودت نموند که من نموند دیگه. نه اون رقم دیگه بود. دریبل کس نه لای را که بسته کنه نمیشه. پایین را نه. لای بغل بغل زده برو دیگه. آزاد هستم. که کمک لای ته خوب. رقم ایت دیگه.
آماده هستی؟ ما گرشن برم خودم تمرین ندارم ولی میرم انشالله. تشکر آشمی صاحب عزیز خوبش بود. خوبش بود. عالی بود. و برای نصرت دیگه امی حرکت کفایت میکنه انشالله که تمرین خواهد کرد. بخیر انشالله. خیلی خرسند شدیم. بخیر باشم. خیلی خوش گذشت. بود. وقفه می داشته باشیم. عزیزا برمیگردیم در ادامه برنامه ما را میکنیم. ادامه برنامه و شما را به ادامه برنامه خوش آمدید میگم. در خدمت شما هستیم. احمدی صاحب هم خوش آمدید میگم. سلام جان. شکر گزارم که جیب مقبول. سلامت باشین نسا جان. بخیر باشین، خسته نباشین. شکر. شب چگونه آغاز کردین تا این لحظه؟ شب ما و ناظم جان همیشه در میخنده و مزاق. شبتون امروز است، روزتون امروز است. ها هیچ شب و روز و ما که یک جای باشیم باز وقت نمیفهمیم شب است یا روز. یعنی ما کامدم باز ما بخی نمیفهمم. این چند لحظه که در برنامه هستیم. واقعا شاد میگذره و در کنار از دیگه باز از برنامه که برام دیونم فشار استرسی پیش از برنامه و بعد از برنامه را پرسون نکن. خوب است امیال، در برنامه من که اومدم دیدم شاد هستین، من با شما شاد شدم. چی خوب است که با بیننده هم یک سلام کلام داشته باشم. حتما بفرمایید. نمیفهم خودت رنده بفرمایید. شب همه عزیزایی که بیننده گپ نو هستن بخیر باشه. جمشید احمدی هم در خدمت شما با نصرت کیهان و جان ناظم میزبان خوبی هستن، هر شب با شما هستن و خوشبختانه شب ما میره در کنار شما بودیم. چیزایی که نمیدونم میدونم. وقتی که صحبت از ورزش میشه باز دیگه احمدی صاحب برچند که همکار ما بوده در همه برنامه و در قسمت تهیه برنامه هم خیلی همکاری میکنه همیشه و همراه ما هست دیگه. هستیم در خدمتتون هست. بخیر باشید. باز وقتی که بحث ورزش میشه گفتیم که مصطفی جان هاشمی هم از آدرس فدراسیون فوتبال امشب صحبت های خود داشتن، خواستیم شما رو هم داشته باشیم. باز اینال گپای نو از خودت هم بشنویم. باز ای توپک که نصرت آورده اینجا ارمان در دلش ما نوجه خب هاشمی صاحب یک چی میگن یک توپ انداخت نتونست دفاع کنه. اینال ما ببینم که باز خودت ما جان نازم با این توپ سر کار نداشتیم. چی میگی؟ ورزش ما متفاوت است. خب من خبر داشتم. یا من قصر کار ندارست چی توپ چی جور کردی؟ ای بسیار پپره شده کل همه شکشه چی کردید حق از ایمه چون؟ هوای توپ رفته نه خود من جور آورده بودم. این توپ فوتبال گفته آوردین از والیبال از بسکتبال از کدام دوشتر گفته؟ این خود رفته بود هر چیز را که کلولای آفت توپ گفته یه تاریخ ایره بنامه توپ کرکتی خرید آورده آورده خب خیلی برشورت والیبال میکنیم یا فوتبال باز دیگه انشاءالا در ادامه برنامه والیبال میشه. در والیبال کمتون خوب هستم اصلا می توپم از والیبال هست از فوتبال میشه از والیبال هست خیلی دیگه ما با بودای پوزمهی نمیشه ما برایم دیگه باز با توپ سرکار ندارم. خو یکی از والیبال ماینوی بسیار والیبال را والیبال را والیبال را بسیار موفق در استودیو با ما است. گپای نو ازش نسات کیهان مشنایم از خودت. گپای نو در قسمت ورزش گپای نو چند روز دیگه در مسابقات 2024 پاریس المپیک مونده و متاسفانه از افغانستان ما اشتراک کننده یک دون از فدراسیون جدا داریم و دیگه از ورزشکارای مهاجر افغان که از دیگه آدرس ها میرن شرکت میکنن متاسفانه از افغانستان بازم در المپیک 2024 کم رنگ است. باش کمی اگه اجازه باشه که من خود میخوام همکارم اما بسیار دوست کار نیک میکنه دیگه یگان وقتا عبیب جان نازم یخنخواق نکتایی است نکتایی رو که باز میکشم اینو ما جورش کردم دیگه اجازت دست پنجه درد نکنه. بخیر باشی نسر جان خودت سوال داری از احمدی صاحب؟ درباره چی سوال کنم تو بگو؟ درباره ورزش یا کلاپم بیا یادم آمده یادم خودش یک ورزشکار است افتخار است و سلامتیت نازم صاحب پهلوانی یعنی یک چند حرکت پهلوانی رو برو نام نه مازم خاطر سوال نمیکنم یعنی سوال بود سوال می است که یک پهلوان سوال کردن هم یک کم گپ خطرناک است. ما یک روز از روزا ما رفتیم خودت که کلاپ نرفتی ما رفتم که جمشید جان بودم من فقط دیدم که چه رقم تمرین میداد قسمه که در پهلوانی چپا میکرد دیگه اگر تو هم حالت ببینی سوال نمیکنی من بر چی بگویم من دوستان دارم افتتاح کلاپ اومده بودم بله اومده نه خب از می افتتاح که شد پیش دیگه پهلوانی شو رفتی مسابقه کرد آقای سعید و رنگ داشتم یادت بله بله یک تا استاد اسایی مسابقه بله در نظر تو نمی ابی جان لازم نشوش کنم ویدیو رو میخوای باز تکرارش کنم تعجب خیر که ما در برنامه گپ نو هستیم فقط اینم تو که می وردارم تو نه باز در جای میمونم چه ریت نمیخوام تو استاد خب برو نشر کن باور کنین باز ویدیو رو برات نشون میتونم اگر خواست بیننده عزیزم دمو رنگ بودیم نه دمو رنگ بودین ها پهلوانا که هستن بسیار حوصله دارن می خدا از گرفتن پهلوان از زدن بوکسر نجات بده
میگه پهلوان اون نازم جان کدام شد؟ نازم جان خوب است، فری استایل خوب داشت، فری استایل است، تمرینات خوب داشتن. آو بیا خودتم تشویق میکنیم، بیا یک لغت بزنم. میگه یه خوجا جایش نمیشه که جایش نیست. نه باز میای یک روز مجتمع ورزشی بیاین بخیر، باز بیا که ما یک دفعه نشانت بدم که حالا اگر ختم برنامه بریم واز است مشکل نیست، کلاب مو اگر کلیر داری میره امروز امشب ورزشکار سنگین میباشه. بله دقیق، یکی از گپای ویژگی‌های ورزشکاری است که باید هیچ وقت معلوم نشه که مثلا این شاید از حالتش معلوم شه ولی خودش نمایان نسازه که من اینقدر ورزش کردم، مثلا چند نفر ما تو رسنه یکی از اخلاق ورزشی است. مثلا هم به یاد میاد میگه پهلوان آن بود که گاه نبرد خشم را زیر پا تواند کرد. یعنی ما کسایی که ورزشکارا هستن دیگه باز هیچ با آسانی فکرت هست چند نفر مرا قار ساختی نی؟ من روی من درد دادم بخطر چی؟ تو هم تامل نمیفهمید که من ایره ایجا خود کسی قار مایا تا از کنه پاره گفتو تو بیا خلو آمد لی؟ نامد ما ممونه خب خسلت خودت دارم گذشت زیاد دارم مگه من رسولم یعنی ما بس خاطر نمیگه پای تابال نگفته بودم چطور از گذشت دارم من دواری خودم نگفته بودم گذشت دارم یا نه؟ تو؟ والا چی بگید از گذشت ازی از اصولی ازی خوب برای کل اگه معلوم است دیگه نه تو دو دقیقه ماکم نگیری جنگ میکنی خب خیر گذشت از گپا خواستیم فضای کمک خودمونی شد که شد خوش طرف خوش برکنه قصه ها آلو میخوای یک والیبال داشته باشین خبرهای خوش خو گفتی برای ما یک والیبال داشته باشیم بگی خیلی دیگه شما شروع کنین من کامنتاتور هستم باختر که اینا لو رقابت بین دو تیم تو نشه که نتنا والیبال گفت فوتبال نگفت والیبال ماینای دو تیم بسیار فعال نصرت چارقلا نه دیگه اوقا خب کم بلند را خیر است ما از صبور خیر است امور است صبور جان امور یک همکاری کو نظر به قد احمدی صاحب دیگه تو با اوت رفت بگی بدر توپ آمد خب توپ به اوت رفت قد احمدی صاحب بلند است اوقا بلند نفر تو در دون دانش دی احمدی صاحب در دون دانش دی دندان دارش دی رفیق ما کلینیک دندان داره دندانش جمع کرده ببرد اینه با مارکتینگ روان کرده اینه آفرین نصرت جان اینه تو واه 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 رقابت بین دو در بغلت نگیرش بازی کنم میگه نازم سب میگه نازم سب از دوست نه دیگه او رقابت روان کردی بسرس میکنم تشکر خواهش میکنم برنده این رقابت از بین دو جوان ورزشکار خدا دست خدا بلند کرد احمدی صاحب سلامت باشه ورزشکار است میگه دست خودت تو گرفته که زد کل کزیش کسته معلوم دار است. به هر حال تشکر خواستیم که کم فضا برای امتنان عزیز ما که بیننده هستن هم دیگه شوه. هدف ما این است اگر گیم بازی میکنیم یا شاید بعض دوستا برشون خوشایند باشه برای بعض دوستا خوشایند ولی نمیتونیم همه گیر بازی اما فضا لذت بخش بود فضا خوب بود ولی هدف ما این است که یک چند لحظه که با هم هستیم هم قصه کنیم و هم گپای نو بگوییم هم یک گیم بازی کنیم برنامه‌تون عالی است هر شب خصوصا رفیقای ما پهلوانا زیاتر میبینن میگه چه وقت نوبت باشه که ما بیایم یک ضربه میلی جا بریم ان شاء الله گپ خوب است دعوتشان میکنیم ضربه میلی یک مشکل داره آه چی باز میگیم آه اونو مشکل اگه اون نباشه او نه دیگه آه والا اوش نباشه اون ضربه میل مثلا اگه نه غیره اگه سایلنت میشه خو از واقعا خیره باز یک روز هم تو سایلنت باشه تو توش نه نه اگه من بینور مربیشون در کنارشون می بودم همینجا در وسط جای اونو ما در قسمت و غیرش مشکل داره خب باز میخواییم از ضرب میل کباده این استفاده بکنم تشکر از حضورت تشکر پیام باشم مشنایم و میریم یکی از بخشای برنامه را یک کمره مخفی بود یا چی بخریم یا هر بخش دیگه میبینیم با دوستا در حد پیام نیستیم خوشحال به هستیم که در خدمت همدانا شما هم هستیم ما هم هستیم همیشه اگر روز یا شب دوستا را دیده نمیتونیم خواهی نظیمی طریق در خدمتتان هستیم دیگر ما را معذور بشمارین کوتاهی میشه اما و بزرگیتون عفو بکنین و چند لحظه که در گپ نو بودیم لذت برده باشه خب ادامه برنامه از شما را خوش آمدید میگم آرزو دارم لذت برده باشین در این لحظات برنامه اگر فرصت باقی باشه میریم یک کمره مخفی ببینیم کمره مخفی ببینیم خوب گپ هست یک کمره مخفی ببینیم از برمیگردیم و در ادامه برنامه ما را همراهی کنیم آقای بینام امرای شما را عبده برای ما بخوای آخه اجازه نمیدم جریان تمرین بازی کنم به وعده ای خود حالا خو خلاص شده دیگه تمرینتان ما حوصله کردیم و به خاطر از همون نه ما نمیشه شما وار خطای
بیا بیا در شما رابط خود هستی جواد الکوزای بیا بیا در بیا چی گفت؟ یوش امیستن اما آقای ایرانی امیست بله بله خب خب بسیار خب بیادر شما دو تا یک قضیه شده ده و بازی پیشتر که شما کردین سعیست نیه کده تیم واحدی یک بچه دست شکسته خب او ادعا کرده در حوزه پلیس که اینا شما را هبده دست مرا شکستانده و شما را هبده را بهنام گفته که دست ازیره این مرا تکر داده شما را تکر داده بودو؟ نه تا زمین فوتبال هر اتفاق میفته اجازه بده اجازه بده آقای صفی هر اتفاق میفته ما چیشون کور میشه دست ما نه جواب شده من جواب کردم شما اصلا فوتبال اینکه نمیخواست بزنه میگه تیم رایدی کندوز به اینا گفته این به اسمان قصدن دست رو شکسته به نامم به این گفته توی بزن به نام گفته بزن دست از اونا دستش که شکسته او ادعا داره که ما امرای به نام ناغلطایی تکر کردیم و به نام میگه ای را براش گفت که ایره هر رقم که میشه باید بزنیم میگه من صدایش خودم شنیدم به گوشای خود من شاهدم دارم سرش و نمیفهم دیگه ما را حال بازگاه پلیس نه برای ما گفته که چیز کنین میگم نفر رایی کرده که بیام شما اینجا از ما پرسان کنیم او زمین داورم دیشته اجان داورم دیشته داور داشته داور کارت سرخ نمیتونسته بده داور کارت سرخ میده یا نمیده او مربوط داور میشه او مربوط پلیس میشه پلیس این به داخل جریان اتفاقات این قضیه بیرون از فوتبال شده بیرون داخل بیرون فوتبال بوده او داخل فوتبال فدراسیون تصمیم میگیره داخل فوتبال اوگار شده اما او بیرون از چیز رفته ادا کرده بالا داخل زمین اگر داور بوده حالا من تا استادیوم برگشتم من مجبور مخالف هستم نفر امنیتی امرای محمد آقای شما اونا میگن بریم به فدراسیون بده آقای بهنام من امرای شما کارمند تلویزیون نیم نه ما خب مشکمش نرستم مشکمش نه باید فدراسیون استلام کنه استلام داریم خب ما را گفتن که بیا آقا من قبول ندارم این فدراسیون کوی قضیه نداره کمیته نداره من مشوره کرده اونا مشوره متوجه نشدن ما جریان من داخل بیزی اتفاق افتاده خدا خدا اینا امرای ما اینا امرای ما برن حوزه پلیس باز بعد از او باز هر گپه که شد باز اونجا بر از زنگ زدن به اتفاق داخل زمین افتاده تصاویر تلویزیونی چه چیز هم بده من همه شما امرای شما چی تصاف کردن نیوزگون زمین برخورد شده استدلال خور بکنین گپ بزنین اصلا داخل زمین فوتبال عجب کردم با شما من گفتم بازی کن محکم بازی کن این گفت بزن شما او را زدین شش تا گل جلوی او را شما زدین نه اونا ادعا داره که من امرای از اینا برخورد کردم من نبود من اصلا این فوتبال اون یه بازی نه این نویزاده آقای نویزاده شما فوتبالی جان ما هفت تا گل بزدیم یا نه چی نیازی داریم کسی رو بزنیم ها اگه هفت تا گل بخوردیم تا جریان مسابقه ایره مام تایید میکنم که جریان بازی حاصل بازیه کسی داور بازی میده داور بوده داخل زمین اما داور بوده جان داور بوده بعد کارت سرخ میداد او کارت سرخ مربوط به فوتبال میشه مام از فوتبال اما این قضیه که مربوط به بازی شما لطفاً لباس های خدای آقای نویزاده این بازی اونجا این همین جریان یا لباس های خدای بوده همین تا داخل جاده بوده همین درگیری داخل جاده بوده شما لطفاً لباس تان چه چرا باید بیا لباس تان چنج کنید امرای چیز دارن میون بگین چی استدلال شو بگم نه شما باید امرای ما حوزه پلیس برید راجع من چی گفته من چیکار کردم شما امرایش برخورد کردین بعد از او باز شما اینا را گفتین که هر رقم میشه بازیکن باید چجوری میخواد ثابت کنه من گفتم من چجوری ثابت کنم نگفتم سعی کن یکی که شما مهمان هستین ما چیز نمیگیم سعیست با اون خاطر اما مگم حوزه پلیس باید همراهی ما بریم اصلا پاسکا باید بریم نه باید پاسکا بریم چرا تو پلیس داره؟ نه او خب فوتبالی است اما او رو ادا کرده ادا شرط کنین مشکل نداره عدلی قضایی هرچی که گفتن بازم او را ما پیش میبره شما باید امرای ما برید شما فوتبال ویدیوی همه چیز هست نه شما به آقا امرای ما چی شما امرای ما امرای خود دست خود تکو نه دست ما تا میکنم شما امرای ما تا امزی پلیس باید برید نه ایرا باشه ما با صدا میکنم نفر امنیتی را که بزرگ ببرید بگی خدا این نفر امنیتی شما کلا نه لباس تا را چنج کنین آقای بینام
شما چی سرپرست؟ نه سرپرست نداره. شما جای شور خوردن میتونید. فورا زنگ میزنه هر کسی که زنگ میزنه. نه من با شما اصلا سر شما ادا نشده که من شما را ببرم. سر آقای بینا ادا شده، سر از اینا ادا شده. من حرفی نمی‌زنم. نه شما چی گونه اگر بازیکن شما بزن. اگر واقعیت رو شما بگم. حالا خب میمون آقای سروش سلام علیکم. آقای بنام در بازی که با واحدی داشتن بله. یک بازیکن دست شکسته، اونا ادا کرده که آقای بنام اینا را گفته که این بازیکن را بزنه هر رقم که میشه، چون مرا داخل یک بار همراهی ما تاش این رقم همیشه باید برن همراهی ما پاسمو اوزه پلیس که اون قضیه ها اونجا هر جه بره اوزه خب اون نفر هم اوه نو فوتبال هر بسیم برخورده میشه اکتر باید ازه شده فوتبال های سمالی برخورد دارن آیا کار میشه رهت میشکن پامش کنن اینا بیا دوت بله کلاباس ما آه نه بیا سمالی بیا ما این است منیجر شون صحبت نه منیجر شون ما در جریان ماندم منیجر شون صحبت کنین نه چی رقم کنیم آقای سمالی بار به نظر وقت تو از این خیلی قد خشن نبود نبوده؟ نه از او بیشتر از شما بیشتر است؟ از چی مثلا؟ اما خطا را شما مرتکب شده اصلا معذرت زدم آه؟ معذرت زدم خود زدین دیگه نه خطا فوتبال ما خود زیاد دیگه خانون ویدیوی همه چیز هست ببخشیم خواهش همین داور خطا بگیرده بود نه و او خطا خانون چی میگه خطا نه گرفته نشده نه حالا چی کنیم آقای بین آقای سمیدی حالا خود چی میخوای بکنین خود ما امرای ما برای باید ترست کی آقای بین بین آقای سمیدی نه ما شما را زیادتر واتاکید داره که شما را بیارین اوزه پلیس میگه کمی بازی کنم باید اگر مر میبارم به خدمتون اصلا این ها این دکه امیر را گفته بیاره نفع یک کار کن یک کار کن یک کمک بگیر دوستا که اینا را چی داشته باشن چی؟ یکی دیگه است خیا او از کی نامش بینام چرا است بینام چرا نه بینام او خو خیر مربوط خودش میشه شما سخنگو فدراسیون فوتبال ما دغلا میسیره چیز است شما همکاری میکنه او بیار که من میبری بریم آقای ما چیزی گفتن هم میگم جواد ما جواد زده باید بریم جواد زده میمون میمونم برو تو اصلا جواد هم برو همراه کن جواد رو ببرین جواد از مشکل نفرات شما بفرمایید شما تو میاره خونه باشین کا که بیرو کن بعد ایت اشتباه نه دیگه حالا نشد شما دیگه نمیتونم نه آقای بنا هیچ امکان نداره شما بریم نه بپوشم حالا همراه ما بریم باز برم کف شما یک بار بیرون برید شما بیرون برید ما همیشه میارم اینا ها ساکم ما براتون کفشای تانو میارم لباس تانو میارم همیشه نمیشه رفت اینجا درخت کن میریم درخت کن میریم درخت کن میریم صحبت میکنیم امروش خب خیلی بیا آقای بهنام بیا بهنام ببخشید بیا آقای بهنام الله یا کامله مخفی داشتم امره آقای بینام از ایران بسیار مسج کرده بودن آقای ایرانی ها که با آقای بینام یک کامله مخفی داشته باشید و ما خواستم یک چند دقیقه آزارت بتم و با بخشش میخوایم بیا جواد جان ولی چیزه آره من گفته بودم بزن حقشم بود من گفته بودم بزن حال اقرار میکنم حقشم بود دست شکسته چطور بود برنامه خوشت آمد چطور
اسلحه و چیز رو اگه چیز بود آدم میگوید چی نیست ولی آقای بنام تقریبا ما یک هفته میشه که بالای خودت کار میکردیم که چگونه یک کمره مخفی بالای داشته باشیم که موفق هم شدیم هم به کمره مخفی خود و شما البته بار خطا زیاد شدین همه تر است نه که در این شهر مسافری محمدم چی کار کرد؟ عالی بود، عالی بود. مثلا خفه نماشید. قربون شما، عالی بود. بیمان ماستی. استاد آقای صمدی تشکر. خیلی تشکر. بخیر باشی. بیا هم پا خیره و گرزیده پتا کمره خون بیا هم یو ځای سره وکتله چې خیام جان ډیر زیار وستلی او په دې هیله چې ستاسو هم دغه پټه کمره خوښه شوی وي. بله، این بود برنامه امشب که تقدیمتان کردیم. مصطفی جان هم صحبت های خود داشت و احمدی صاحب هم حضور پیدا کرد در برنامه. ما هم از حضور شما مرخص میشیم. این بود برنامه امشب که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد شما تماس برنامه و سینالیتی و بر شما نستجان میگم و ما هم از حضور شما مرخص میشیم. شما را تماس برنامه 0700-151-116 البته میتونین واتساپ کنین او یا چینل یوتیوب هم تاسو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ بل بټن یا هغه زنګولګه کچې ده هغه ته فشار ورکړئ ترڅو هر خبرونه چې د آنینا ټلویزیون په یوټیوب صفحه کې اپلوډ کیږي تاسو دغه لیدونکي اوسئ. تر بیا بلې خبرونه الله مو ملشه ډیر مننه خدای پامان خدا حافظتان تلویزیون گفتی ها بچه میجه